دختر خاموش، داستانی که بر اساس واقعیت نگاشته شده است. داستان دختر به نام مریم، نویسنده صالحه محک یادگار. صداهای گریه سکوت لحظه به وجود آمده را در هم شکست و صدایش آرام آرام پخشتر می شد، اما از شدت گریه شانه هایش تکان تکان می خورد. رویش را با دو دستش پوشانده بود. همه زنان و دختران با نگاه های سوال برانگیز با او خیره شده بودند. از جایم برخواسته به سویش رفتم. پرسیدم: خواهر جان بس است، گریه نکن. با محبت دست نوازش بر سرش کشیدم. دستانش را از رویش دور نمودم. چشمانش پف کرده و سرخ شده بود. آب از دیده هایش بر رخسار زیبایش و از آنجا به سوی یخنش راه کشیده بود. بعد از لحظه حق با گوشه چادر چیرکین چشمانش را پاک نموده و به سوی مایسانه نگاه میکرد. گفتم: خواهر جان بگو دردت چیست؟ تا نگویی قلبت راحت نمیشود. با اندوه بزرگ پلک های خستش را برهم نهاده سکوت نموده بود. در دل گفتم درد بزرگی دارد، ولی زبانش یارای گفتار ندارد. حس کنجکاوی در من بیدار شده بود. اگر درد و اندوه خود را به من نگوید، شاید مدام العمر چهره معصوم و در دیدش در مقابل چشمانم ظاهر شود. برایش گفتم همه مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران چون تو درد و رنج فراوان دارند. باید ما و شما غمهای خود را با یکدیگر شریک سازیم تا قلب ما آرامش بیابد. در غیر آن وجود ما را چون موریانه می خورد. خودت شنیدی که درد و آلام هر یک از دیگر بزرگتر است. بسیار به زحمت پلکایش را باز نمود. چشمانش چون دو قوق آتش شده بود. همه متأهل بودند و به یک صدا می گفتند: خواهرک بگو که دلت خالی شود. زهر آدمی را آدمی می بردارد. آه پرسوز کشیده گفت: 22 یا 23 سال قبل زندگی پرسعادت با پدر، مادر، خواهر و دو برادرم داشتم. طرف چادر کهنه و شاریدم نبینید. ما در شاشهید خانه و کاشانه عزت و حرمت داشتیم. مثل حالا بی کس و بیچاره نبودم. فق می زد و از شدت گریه می لرزید. بیش از چند دقیقه گریست. با اشاره سر به دیگران فهماندم تا مانع گریهش نشوند. کمی که دلش خالی شد گفت: وقت خاطرات و لحظه هایی که با هم بودیم بیادم می آید، دلتنگ و غمگین می شم. آرزو می کنم کاش من هم با فامیلم یک جا به دیار عدم می پیوستم و از نخستین لحظه های کودکیم تا همان لحظه هایی که آن شیطان های سیاه دل به خانه ما حمله‌ور شدند زندگی خوش داشتیم و مادرم در کنار ما بهترین دوست و عزیز ما بود. خوب به یاد دارم وقت دلتنگ می شدم دست به موهایم می کشید و با صدای گیرایش برایم قصه می گفت. از روزهای گذشته، از لحظه های عمرش، لحظه هایی که با درد و رنج همراه بوده. از روزهای قصه می کرد که مادرش فوت نموده بود و او را تنها گذاشته بود. و در دل می گفتم آفرین بر مادرم که چطور توانست بدون مادرش زنده بماند. بله، می بینم که جور زمانه مرا هم تنها و بیکس ساخت. با هزاران درد و غم تنهای تنها، با کولبار از غم و غصه، با دنیای از درد و رنج، با انبوه از مشکلات و خاطره های تلخ و شیرین. پدرم معلم علوم دینی و قرآن شریف بود. بر مسائل دینی کاملا مسلط بود و قرآن مجید را با صدای رسا و دلنشین قرائت می کرد. وقتی کودک بیش نبودم به من قرآن کریم می آموخت. اصول دین را به من و خواهرم یاد می داد. عشق مجالش نداد. هر لحظه مکس می کرد. با گوشه چادر چشمان زیبا و گودرفتش را پاک می کرد. آه پرسوز از قلب درد دیدش کشید و چنین ادامه داد. من و خواهرم در صنف هفتم بودیم. با درد و دریغ در جنگ های کابل با آمدن جنگ سالاران که کوچه کوچه کابل را با راکت و مرمی زیر آتش گرفته بودند، همسایه های ما یک یک خود را کشیدند و رفتند. کسی در داخل و عده‌ای هم به کشورهای همسایه مهاجر شدند. در یکی از روزهای تابستان همسایه در به دیوار خانه ما که مرد دلسوز و مهربان بود به نام حاجی مهراب به نزد پدرم آمد. گفت: معلم صاحب، فردا بخیر من فامیل را به طرف پاکستان میبرم. اگر از من میشنوی خودت هم امرای ما حرکت کو. سیاستمدار هستی. سری مردم اعتبار نیست. نشود که خدا نخواسته. حرفش را تمام نکردم منتظر پدرم شد. بعد از مکس پدرم گفت: نمیشه حاجی صاحب، در ملک مردم.
آجی مداخله نموده گفت خدا مهربان است. قبر گرسنه را کی دیده؟ پدرم سرش را پایین انداخت، نمیشه نمیشه و خاموش بود. حاجی از جا برخواسته گفت خودت میدانی معلم صاحب، از ما یک گفتن بود. خدا حافظ گفته و رفت. مادرم با مهربانی گفت بابه کریم بیا بریم. حاجی راست میگه، خدا نخواسته اولادها را چیزی نشود. پدرم گرچه آدم خیلی مهربان بود، اما با عصبانیتی که صدایش میلرزید با آواز بلند گفت نمیشه نمیشه. مادرم خواست چیزی بگوید. این بار پدرم با عصبانیت هرچی بلندتر چیخ کشید و گفت نمیشه. هوا خیلی گرم بود و سر و روی ما عرق میچکید. مادرم صدا زد. مریم و ماری، هر دوی تان تخت بام را فرش و بسترها را ببرید که امشب در تخت بام میخوابیم. در خانه از گرمی میمیریم. کاش از گرمی میمردیم. با عزت خوب بودیم. برخت خوابم رفتم دراز کشیدم. مدت زیاد گذشت ولی خوابم نمیبرد. خودم را پشت و پهلو میکردم تا خوابم ببرد. ولی آن شب خواب از چشمانم کوچ نموده بود. مجبوراً چشمهایم را بسته و خود را به خواب زدم. آرام و بی‌نفس روی بسترم غلطیده بودم و به فکر فرو رفته بودم. نمیدانم چی شد که سن و سال خود و دیگران را با انگشت‌هایم حساب می‌کردم. قرار گفته مادرم ما 14 ساله، نرگس خواهرم 12 ساله، کریم و خلیل برادرانم هر کدام از من 4-5 سال کوچک بودند. مصروف حساب کردن بودم که چشمانم سنگین شده دیگر ندانستم. یک وقت از سوزش دست و پایم بیدار شدم. جای نیش پشه ها را می خوریدم. همه جا در تاریکی فرو رفته بود. از برق و روشنی خبری نبود. کم کم به بیبرقی ناچار عادت کرده بودیم. صدای پچ پچ پدر و مادرم را شنیدم. گوش هایم را تیز نموده شنیدم. پدرم بسیار به عجز می گفت مادر کریم، خودت می دانی که ما غیر یک معاش حق و حلال کدام عایدی دیگر نداشتیم که پس انداز داشته باشیم. همیشه دست و دهان بودیم. معاش ما را هم دولت اسلامی نمی دهد. به یک افغانی احتیاج هستیم. می ترسم اولادها از گرسنگی تلف نشوند. رفتن به ملک مردم پول می خواهد. پول. ما کرای رای خود را نداریم. صدای مادرم که آهسته آهسته صحبت می کرد و می گفت خیر بابی کریم جان، مال و منال خود را می فروشیم. پدرم گفت در این اوضاع و احوال مال را کسی نمی خرد. همه مردم در حال فرار هستند و در هر سرک پاتک های جنگ سالانان است. به کسی اجازه نمی دهند مال خود را بکشند. چی رسد به فروختن آن؟ اگر کرایه راه را می داشتیم، بازن و دو دختر جوان از اینجا تا سروبی و جلال آباد چطور می رفتیم؟ آنها به نام تلاشی راکبین را از موترها پیاده کرده با خود در کوه پیش قماندانهای خود می برند و در آنجا مردها را کشته و زنان را. حرفش را نتمام گذاشت. پدر بیچاره هم از گفتنش می ترسید. این را گفته بلند بلند گریه کرد. دانستم که اندو و آلامش بزرگ و جانکاست. مریم بیچاره سرش را بر زانوهایش گذاشت و آرام شد. همه فکر کردند که به خواب رفته، مگر چنین نبود. زانوی یأس و ناامیدی در بغل گرفته بود. در بیرون از زیارت صدای خاله خاله به ما هم خیرات بده شنیده شد. چند دختر صدا زد برویم که حلوا آوردند. همه به طرف دروازه هجوم بردند. من در کنار مریم نشسته گفتم خواهر جانم، تو تنها نیستی، من خواهرت هستم. خواهر دینی و قرآنیت هستم. هر چی در دل داری به من بگو تا کمی راحت شوی و نه این درد جانکا تو را از بین میبرد. از شانه هایش گرفته بلندش کردم. آهسته چشمانش را باز نموده تشکر نمود و گفت خواهر جان، درد من بی‌درمان است، دوا ندارد. آه سوزان کشیده نجوا کنان گفت این درد چون موریانه تمام وجودم را میخورد. کاش آن شب من هم میمردم. نمیدانم تا چی وقت عذاب بکشم. چشمانش راه کشید، بعد از مکث گفت بله، در یکی از شبهای تابستان همه خوابیده بودند، مثل که ستارگان و مهتاب هم از وقوع حادثه با خبر بودند. چهرهشان خیره شده بود. فضا را مه غلیظ چون ابر پر نموده بود که از لابلای آن مهتاب و ستارگان به سوی ما چشمک می زدند. شاید می خواستند به ما بفهمانند که حادثه شوم در شرف وقوع است، زیرا آنها هم توان این همه ننگ و خجالتی را نداشتند. او با صدای بغض گرفته ادامه داد نیمه های شب بود که دروازه کوچه به بسیار شدت کوبیده شد. همه ورخطا از خواب پریدند. من مثل درخت بید که در مقابل طوفان صحرا قرار گرفته باشد میلرزیدم. تک تک شدید شده میرفت. پدرم با عجله چراغه که تیلی را روشن نموده از پله ها پایین شد. در صحنه حولی میدوید. مادرم صدا زد ندو که در این تاریکی میفتی. صدای فیر تفنگ به گوش رسید، مثل که می خواستن دروازه کوچه را بشکنند.
من، خواهر و برادرانم خود را زیر رجایی پنهان کرده بودیم و چون مجسمه های بیجان بودیم. نمی دانستم که چی سرنوشت شومی در مسیر زندگی ما دهان باز نموده است. از آن روز به بعد من بودم و غمها. من بودم و رنجهای فراوان. اکنون که سالها از آن شب سیاه و وحشتناک می گذرد، هر بار که به یاد آن شب شوم می افتم، به آنهایی که خانواده‌ام را از من گرفتن و مرا به این روز سیاه مبتلا کردن لعنت و نفرین می فرستم. هرگز نمی بخشم آنهایی را که دیروز از آدرس دین و مذهب به خاطر بقا و حفظ اقتدارشان با استفاده از بیسوادی و جامعه سنتی ما دست به هر گونه فریب و نیرنگ زدند و باعث سیروزی ملت و مردم افغانستان گردیدند. ادامه داد: هنوز گیج بودم که صدای قهقه وحشتناک به گوشم رسید. لرزش بدنم زیاد و زیادتر شد. دست خشن رجاییم را از سرم پس زد. از نور چراغ دستیش چشمانم ناخودآگاه پد شد. صدایش چون ناقوس مرگ به گوشم تنین انداخت که یک از ما باشه. همه قهقه زدند. دیگر صدا زد: ایگکش از ما. صدای فریاد نرگس در گوشهایم تا حال تنین انداز است. دیگرش مادر و برادرانم را هر یک تصرف نمودند و ما گریه میکردیم. پدرم به پاهایشان افتیده عذر میکرد: بلیاز خدا، ما و شما شکر مسلمان هستیم. من معلم قرآن هستم. شب و روز خودم و فرزندانم به تلاوت قرآن مجید سپری میشه. همه قهقه و شیانه زده. یکی گفت: معلم است؟ پدرم با عذر زاری میگفت: قواله خانه را برای تان داده، ما از اینجا میرویم. وحشی های بیدین با خوشی فراوان گفتن: حالا زود بیار، آفرین آدم عاقل. پدر بیچاره هم دوان دوان به اتاق رفته از الماری که همیشه اسناد مهم را در آن میگذاشت قباله را آورده و برایشان داد. اما درد و دریغا، دست و پای پدرم را بستن و در مقابل چشمانش دیگر گفته ندانست. بغزش ترکیده از ته دل فریاد دلخراش کشید و بیهوش شد. همه زنان و دخترانی که برای گرفتن حلوا رفته بودند به عجله به داخل آمدند. از دیدن مریم پریشان شده هر یک صدا میزد: آب بیارید، آب. آفتابه پلاستیکی جیگری رنگ را پر آب کرده آوردند و بر روی دست و پایش آب ریختند. بعد از مدت کم کم حالش بهتر شد. دیگر لازم ندانستم سوال کنم. با نوازش چادرش را بر سرش گذاشته دستش را گرفتم و او را با خود از زیارت بیرون برده و به طرف سرویس های شهری روان شدیم. برایش گفتم: خواهر جان، من دوست دارم. بی بی حاجی و خانم مهربان و دلسوز است. تنها زندگی می کند. تاکسی را دست داده گفتم: میکریان می رویم. دریور گفت: 150 افغانی می رویم. هر دو سوار شدیم و در مقابل منزل از تاکسی پیاده شدیم. از پله ها بالا رفته زنگ آپارتمان را به صدا در آوردم. لحظه بعد بی بی حاجی با لبان پرخنده در را بروی ما گشود. ما را به سالون رهنمایی نموده خودش رفت با پتنوس و ترموز چای برگشت. چای سبز هیلدار با کیک دستپخت خودش آورد و به بسیار لطف و مهربانی برای ما تعارف نمود. سربسته و به طور خلاصه گفتم: مریم جان دوست و خواهر خورانی من است. همه اعضای فامیلش را از دست داده، جای ندارد، شما هم تنها هستید. اگر ممکن باشد او را با خود داشته باشید. بلا درنگ گفت: خواهر خودت دختر من هم است. از این رویه نیکی او خیلی خرسند شدم. به خاطر که دلهوره داشتم که اگر قبول نکنه خیلی بد می شود. بی بی حاجی با تبسم همیشگی گفت: بیا دخترم، بایلر آب گرم دارد، برو حمام کو که تازه شوی. او به سوی حمام رفت و بی بی حاجی به من گفت: برو از الماری دخترم فرشته یک جور لباس بیار، فردا باز بیا که به بازار برویم و برای مریم جان چند جور لباس نو بخرم. واقعا احساس شعف و خوشی می نمودم. با کلمه خداحافظ روی بی بی حاجی را بوسیدم و رفتم به سوی بلاک خودم. کلید آپارتمان را از دستکاول سیارنگ که بر دوش داشتم گرفته قفل در را باز نمودم. راسا به سوی کتابخانه خود رفتم. لپتاپم را گرفته مصروف نوشتن داستان غم‌انگیز مریم بودم که با زنگ دروازه از دنیای وحشتناک داستان واقعی و تلخ مریم بیرون شدم. به سوی دروازه آپارتمان رفته آن را باز نمودم. از دیدن چهره صمیمانه همسرم حالم بهتر شد و بعد از سلام علیک از ترموز برای هر دوی ما چای ریختم و داستان وحشتناک مریم را به طور خلاص برایش قصه کردم. خیلی متاثر شد و گفت: کاری خوبی کردی. او دختر ما هم می شود. باید ما انسان ها همیشه احساس محبت و همدردی با هم نم خود داشته باشیم. اگر هر فرد با یک فرد دردیده هموطن خود همدردی نماید، به یقین که مشکل همه حل می شود. دردشان تسکین خواهد شد. من و شوهرم همیشه در طول زندگی با همی خود
با وحدت و توافق عام و تام اطفال خود را اهل صالح و با احساس و دور از هر نوع دروغ و نیرنگ با نور علم تربیت نموده و از خداوند برای خانواده‌ام شاکرم. فردای آن روز بعد از اینکه از مکتب رخصت شدم به نزد مریمشان رفتم. با زنگ در مریم دروازه را با تبسم برایم گشود و صدا زد: مادر جان، خواهرم آمد. آه خدایا، چی خوشبختی بزرگ برایم بود. از دیدن این صحنه از خوشی اشک از چشمانم جاری شد. هر دویشان را بغل زده بوسیدم. آن روز را هرگز فراموش نمی‌کنم و آن را در کتابچه خاطراتم به عنوان خوشترین خاطره درج نمودم. خلاصه مریم صاحب خواهر و مادر شده بود. بیبی حاجی خانم خیلی مهربان بود. دختر و پسرش در خارج از کشور زندگی داشتند. آنها سال یک بار به دیدن مادر خیش می آمدند و همیشه از تنهایی مادر رنج می بردند. اما دیگر دلشان جمع بود که مادرشان تنها نیست. در یکی از روزها به مریم گفتم اگر اجازت باشد می خواهم داستان زندگیت را بنویسم. با عجله گفت: اسم مرا ننویسی. گفتم: نخیر، اسم داستانت مریم است. لبخند زد و با علامت تایید سرش را تکان داد و گفت: خواهرک، گرچه بر زبانم نمی آید که بگویم، اما به خاطر شما میگم. چهرهش دوباره در هم رفت و گفت: در مقابل چشمان پدرم بر همه ما تجاوز نمودند. اشک از چشم رخسار و بینیش چون باران جاری بود و با صدای بغض گرفته گفت: بر ما حملور بودند، صداهای ما تا آسمان ها رسیده بود، اما کسی از ترس این وحشی ها بداد ما نیامد. هنگامی که از مسجد جوار خانه ما صدای آذان صبح به گوش رسید، آنها بعد از فیر مرمی به هر یک ما فرار کردند. دیگر بیاد ندارم. وقت چشم باز نمودم در شفاخانه وزیر اکبر خان بستر بودم. درد شدید را در تمام وجودم احساس می کردم. خود را حرکت داده نتوانستم. بار بار از درد ناله کردم و بیهوش شدم. یک وقت دکتر که با چپن سفید بالای سرم بود گفت: دخترم شکر عملیات به خیر گذشت. من هنوز در میان خواب و خیال غوطه‌ور بودم. هوای خوشبختی در سرزمین رویایی ذهنم در وزیدن بود و احساس آرامش می کردم. در میان هوای ملایم اتاق احساس زیبا و والایی داشتم. انگار در سرزمین پریها هستم. با خوشحالی دستانم را به دست پریهای زیباروی داده از بستان زیبای آنجا گلهای مرسل می چیدم. دستانم را دراز نمودم تا بیشتر از آنها بچینم. وقتی که چشمانم را باز نمودم خودم را در روی چپرکت دیدم. به اطرافم نظر کردم. چندین دختر و زن جوان بر روی بسترها افتاده بودند. بعدها دانستم که همه چون من از بخت بد زنده ماندند. کم کم به هوش می آمدم. صدای دکتر را شنیدم که با کسی صحبت داشت. یکی پرسید: اینها زخمی راکت و چرند؟ دکتر گفت: نخیر، بر همشان تجاوز جنسی شده و بعد بالایشان فیر شده. با شنیدن این کلمه همه ماجرای وحشتناک آن شب به یادم آمد. همان شب سیاه که صدای ناله هایم از خواهر، برادران کوچکم، پدر و مادرم گوش هایم را به درد آورده بود. نفسم بند شد و گلویم به شدت درد گرفت. دیگر ندانستم. شب که به هوش آمدم دیدم نرس با لباس و کلاه سفید بالای سرم نشسته. گفت: دختر، حالت خوبه؟ جوابش را ندادم و از همان لحظه تا ملاقات خودت خاموش شدم. چند روز بعد همسایه ما که خیلی مردم شریف بودند و اعضای خانوادهشان را در راکت و هاوان از دست داده بودند و در خیرخانه ماجر بودند، مرا با خود به خانهشان به خیرخانه بردند. بله عزیزان خواننده و شنونده، این داستان واقعی در سال 1372 هجری شمسی در شهر کابل واقع شده است. گوشه از درد هزاران دوشیزه و خانمهای وطن ما است. صالحه محک یادگار. بیننده ها و شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، این بود داستان تلخ زندگی مریم. ممنون که بیننده و شنونده ما هستین. کانال یوتیوب افغانستان ژورنال را سابسکرایب نمایید و صفحه فیسبوک ما را لایک کنید. افغانستان ژورنال، آینه واقعیت ها.